آقای خلجی سلام بر شما. سلام بر شما و همینطور بر مخاطبان این کانال. ممنونم ازتون. دیگه حال هیچ کدوممون که خوب نیست. نمیگم که امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز ما مراسم تشییع جنازه آرمیتای عزیز رو داشتیم. آرمیتا گراوند بعد از 28 روز. یعنی حقیقتاً کسی نمیدونه، اخبار موثقی نیومد بیرون، هیچ خبرنگاری نتونست بره اونجا گزارشی تهیه بکنه که بدونن دقیقا این بچه چه زمانی فوت کرده. آیا 28 روز جسدش واقعا اونجا گروگان بود؟ آیا واقعا امروز فوت کرده؟ روزهای قبلی فوت کرده؟ و آرمیتای گراوند متاسفانه اولی نبوده که به خاطر حجاب کشته شده. فکر میکنم آخری هم نخواهد بود. ما پارسال تکرار همین ماجرا رو داشتیم، مهسای عزیز و بعد از اون اتفاقاتی که افتاد. میخوام نظر شما رو بدونم آقای خلجی در این باره. بله، من تسلیت عرض بکنم خدمت خانواده این نوجوان و هم بازماندگانشون و همینطور کل ملت ایران، چون که به نظر من یک مصیبت ملی هست و امیدوارم که این مصیبت ملی که متاسفانه سالهاست تکرار میشه به شیوه های گوناگون، با یک همت ملی، با یک عزم ملی و با یک اراده ملی متوقف بشه و از تکرار شیلوگیری بشه. تنها چیزی که میتونه تسلی بخش باشه برای آدم‌هایی که رنج میبرن از این ضایعه بزرگ، از این تراژدی که خانواده‌های ایرانی به هر حال هر کدوم به نوعی درگیر شدن، تنها تسلی این هست که ما نگذاریم که نسل بعد از ما چون این وضعیتی رو تکرار بکنه و تحمل بکنه و حداقل راه رو برای آزادی و امنیت و حقوق تأمین حقوق انسانی و شهروندی فرزندانمون باز بکنیم و اجازه ندیم که این جمهوری اسلامی مثل یک زخم مزمن عفونی تداومش در حقیقت مقاومت در برابرش رو پیچیده بکنه. شما وقتی که با یک دشمنی می جنگید، هر چقدر این جنگ بیشتر طول بکشه شما توانتون به تحلیل میره. در حقیقت میگن جنگ فرسایشی. جمهوری اسلامی بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که ذره ذره ما رو از مقاومت مؤثر باز بداره، ما رو به سمت انفعال بکشونه و کم کم در حقیقت انگیزه و امید ما رو برای تغییر از بین ببره. این چیزیست که ما باید در دلمون زنده بداریم، این انگیزه و امیدی که اجازه میده ایران ایران بمونه و حیات شایسته ایرانیان برای همه ایرانیان درش تأمین بشه. ببینید، نوعی که شما توصیف کردید به درستی در مورد به قول خود جمهوری اسلامی اصطلاحشون هست که مدیریت کردن این مسئله رو، یعنی خبرها رو به نوعی انتشار دادن و در انحصار گرفتن که توانستند از واکنش غیر قابل کنترل مردم جلوگیری کنن. این اون چیزی که میگن. این دقیقاً یه نمونه است از اینکه چرا ما به جمهوری اسلامی میگیم توتالیتر. نظام‌های استبدادی اساساً مثلا فرض کنید در عربستان سعودی یا در حکومت‌های سلطنت که تاریخ سلطنت مطلق است، شما اگر جرمی مرتکب نمی‌شدید یا عمل سیاسی خاصی رو علیه حکومت انجام نمی‌دادید، حکومت به شما کاری نداشت، یعنی هیچ انگیزه‌ای نداشت که شما رو آزار بده. بنابراین در زمان شاه کسایی که اگر دستگیر شدن، اعدام شدن، کشته شدن، کسانی بودن که تصمیم گرفته بودن علیه شاه مبارزه کنند و در حقیقت برای این کار آماده بودن. در حکومت‌های توتالیتر چنین نیست، چون که هدف اساساً ساختن انسان جدید هست. همه آدم‌ها باید عوض بشن، اصلاً مهم نیست که بخوان یا نخوان و حکومت به حق خودش میدونه که آدمها رو هر لحظه که میخواد، هر جور که میخواد، مالشون رو، جانشون رو، امنیتشون رو، آرامششون رو، کرامتشون رو سلب بکنه و مخدوش بکنه. در نتیجه شما بالقوه مهسا امینی هستید، شما همه ما بالقوه یک آرمیتا گراوند هستیم. به همین دلیل میگم این یک مصیبت ملیه، به خاطر اینکه اینا هیچ کدوم
تصمیم نگرفته بودن برن مبارزه کنن، عضو هیچ حزب سیاسی نبودن. مهسا رفته بود خانوادهش رو ببینه، اصلا یک دقیقه قبلش فکر نمی‌کرد همچین اتفاقی براش بیفته. آقای داروش مهرجویی در نیمه شب در اتاق خوابش هرگز تصور نمی‌کرد که چنین اتفاقی براش بیفته. شما در یک جامعه زندگی می‌کنید که حکومتش شهروندان رو در اصل خس و خاشاکی می‌بینه که فاقد شخصیت حقوقی و اخلاقی هستند. بنابراین اگر حق شما رو تأمین کنه، اگر به شما امنیت بده، اینو به شما به عنوان امتیاز میده، یعنی این رو پاداش میدونه، یعنی در برابر التزام عملی به ولایت فقیه و ذوب شدن در ولایت فقیه و خدمت به دستگاه، تا زمانی که خدمت میکنید شما در امنیتید. ولی اگر دیگه نیاز، یعنی لازم نیست شما بهش خیانت بکنید، او نیاز نداشته باشه، مثل مسئولین جمهوری اسلامی وقتی که تاریخ مصرفشون تمام میشه، همه حتی مثل آقای خاتمی اجازه خروج از کشور رو هم ندارن. ما با این همچین حکومتی مواجه هستیم. این حکومت، حکومت توتالیتره، به این معنا که میتونه هر لحظه جان یکایک شهروندان رو تهدید کنه، میتونه با فشار دادن یک دکمه بمب اتم یک منطقه رو با آتش بکشه. این نظام، نظامی است که تنها ازش شرارت و ویرانی میاد، به دلیل اینکه خودش رو خدا میدونه، چون نمیتونه خدا باشه، مثل خدا زنده کنه، مثل خدا بسازه، در نتیجه در ابعاد غیر انسانی، یعنی فرا انسانی، ویران میکنه، آتش میزنه، از بین میبره. شما نگاه کنید به این جامعه ما، از محیط زیستش گرفته، آبش گرفته، هواش گرفته، دریاش گرفته، خاک و کوهش گرفته، تا فرهنگش و سنتش و امنیتش و آرامشش و زبانش، تمام آلودن، تمام مسمومن. ما اگر این جمهوری اسلامی امشب تمام بشه، ما باید دهه های متوالی، همونطور که در آلمان بعد از جنگ نازی زدائی کردن از جامعه، ما باید روحانیت زدائی بکنیم، جمهوری اسلامی رو، این ویروسش رو و این درقیقت سمش رو از نقطه نقطه جانمون و کشورمون برداریم. این کار بسیار سختی است. من حرفی که میخوام بزنم اینه که این مدت دارم یک مقاله می‌نویسم، نگاه میکنم تحقیقاتی که باز بسیار بسیار زیاد در کشورهای مختلف انجام شده. متاسفانه حکومت‌های اقتدارگرا، حکومت‌هایی که شبیه جمهوری اسلامی هستن یا به خانواده‌ای مثل جمهوری اسلامی تعلق دارن، در جهان در حال گسترشن، در حال تقویتن. اینترنت، بازار سیاه تجارت و انواع اقسام مسائلی که پیش آمده، از جمله ضعیف شدن توان تاثیرگذاری قدرت‌های بزرگ، به هم ریختن نظم جهانی، همه اینا باعث شده که این حکومت‌ها فرصت‌های بیشتری پیدا بکنن. جامعه خسته‌تره. فراموش نکنید در یک کشوری مثل ایران یا افغانستان، ما دو تا حادثه بزرگی که در تاریخ قرن بیستم کم سابقه است رو تجربه کردیم، انقلاب و خشونت و جنگ. نیمی از جامعه ایران خانواده شهیدن، نیمی از جامعه ایران خانواده اعدامیان. چه خانواده هست که در جمهوری اسلامی از ظلم و یا فریب جمهوری اسلامی آسیب ندیده باشه؟ خسته ایم، فرسوده ایم، جون نداریم دیگه، توان نداریم. در حقیقت انقدر هزینه دادیم که برای هزینه دادن دیگه نمیتونیم به راحتی خطر بکنیم. به این دلیل هست که باید از فرصتی که داریم استفاده بکنیم، برای اینکه تن به انفعال ندیم. اون چه که جمهوری اسلامی میخواد ما باشیم نشیم، و در حقیقت بتونیم شرایط رو در کمترین زمان عوض کنیم. این لازمش اینه که ما به خودمون اعتماد داشته باشیم، جامعه اعتماد به نفس خودش رو بازسازی بکنه، اعتماد عمومی باید دوباره ترمیم بشه، آدم‌ها باید بتونن با همدیگه بر اساس اینکه هموطن هستن، اعضای یک جامعه هستن، یک زمینه مشترک رو تعریف بکنن و در برابر این دشمن خانگی بیستن. این همواره در تاریخ و مخصوصا این نوع حکومت‌ها
دشمن خانگی به این حکومت ها، بلایی که به حکومت جامعه بر سر جامعه در میارن هیچ دشمن خارجی نیاورده. بلایی که هیتلر به نام ملیگرایی بر سر ملت آلمان در آورد هیچ دشمنی در تاریخ آلمان نیاورده. بنابراین اینها هم خودشون رو نابود میکنن، هم ملت خودشون رو و هم همسایگانشون رو برای امنیت و صلح و آرامش جهان یک تهدید هستند. بنابراین نباید فرصتی رو از دست داد، نباید ناکامی های گذشته ما رو ناامید بکنه. مطمئن باشید که تنها امید خود جامعه است. نه قدرتی از بیرون میاد، نه دستی از آسمان میاد، نه جمهوری اسلامی دلش به رحم میاد. اینها تا زمانی که بتونن خشونت بورزن و قدرت اعمال بکنن میکنن. اینها چشمشون نمیبینه، گوششون نمیشنوه، اینها وجدانشون خاموش هست. جامعه است که باید زینهار به خودش بزنه، اعتماد عمومی رو ترمیم بکنه و در حقیقت تمام تلاش خودش رو، خلاقیت خودش رو، نیروی خودش رو برای دفع این خطر و پایان این شرارت بزرگ به کار بگیره. ممنونم آقای خلجی، سپاسگزارم ازتون. در ویدیوی فردا و روزهای آینده حتما در مورد بازسازی این عرق ملی با هم صحبت خواهیم کرد. حتما. وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. تشکر، وقتتون بخیر.